فد و NFP. پس از جلسات هفته گذشته بانک‌های مرکزی در اروپا، کانادا و ژاپن، در هفته پیش رو سیاست‌گذاران بانک‌های مرکزی در ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا گرد هم میان تا هفته مهم دیگری رو رقم بزنن. با این حال، همه نگاه‌ها بیشتر به فدرال رزرو، گزارش‌های درآمدی و سپس به روز جمعه و اعداد NFP ایالات متحده خواهد بود. تصمیمات هفته گذشته نشون میدن که بانک‌های مرکزی نسبت به مواضع انقباضی خودشون کمی محتاط‌تر شدن. اجازه بدید ببینیم از جلسات این هفته چه انتظاراتی باید داشته باشیم. شماره 1، تورم منطقه یورو. اقتصاد حوزه یورو در حال حاضر در رکود به سر میبره. بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته نرخ بهره را 75 واحد پای افزایش داد. برای جلسه بعدی در ماه دسامبر انتظار حرکت کوچکتر رو داریم و افزایش 50 واحدی به 2% پیش بینی میشه. از اونجایی که تورم تعیین کننده اصلی بازی برای سیاست‌گذاران پولی خواهد بود، ما باید این اعداد رو از نزدیک دنبال کنیم. در ماه سپتامبر قیمت انرژی به صورت سالانه 40.7% افزایش پیدا کرد و قیمت گروه مواد غذایی 11.8% رشد داشت. تورم بدون قیمت مواد غذایی و انرژی هم 6% افزایش پیدا کرد. برای ماه اکتبر ما انتظار داریم که تورم عمومی 10.2% رشد پیدا بکنه، اما تورم بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی و انرژی میتونه بدون تغییر در 4.8% سالانه باقی بمونه. دادهای مورد انتظار برای بازارهای سهام اروپا نباید مثبت باشه. شماره 2، رزرو بانک استرالیا. RBA اولین بانک در بین اقتصادهای توسعه یافته بود که شروع به کاهش سیاستهای سختگیرانه خودش کرد و بعد از اونم BOC و به نحوی ECB هم راه اون رو دنبال کردن، بانک‌های مرکزی در کانادا و اروپا. بعد از افزایش غیرمنتظره 25% نرخ بهره در جلسه گذشته و در حالی که شاخص کل تورم در سه ماهه سوم غافلگیرانه بود و به 7.3% رشد پیدا کرد، RBA چاره‌ای جز ادامه مسیر افزایش نرخ بهره خودش نخواهد داشت، اما این دفعه با حداقل 25% یا همون 25 واحد پایه. این تصمیم پیش بینی میشه که فشار بیشتری رو بر دلار استرالیا وارد کنه. شماره 3، فدرال رزرو. ما چیزی برای توجه در روز چهارشنبه نداریم جز نشست فدرال رزرو و تصمیم اون درباره نرخ بهره، بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی آقای پاول رئیس فدرال رزرو. بازار در حال حاضر برای یک افزایش 75 واحدی دیگه در نرخ بهره قیمت گذاری شده. بنابراین بیش از خود تصمیم، بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی آقای پاول مهمه که ببینیم فدرال رزرو چه زمانی تصمیم داره که سرعت افزایش نرخ بهره خودش رو کنتر کنه. لحن کمتر انقباضی باعث تقویت بازارهای سهام و افزایش فشار بر دلار امریکا خواهد شد و برعکس. شماره 4، بانک مرکزی انگلستان. با توجه به اینکه تورم عمومی در ماه جولای 10.1% بود، سپس در آگوست به 9.9% کاهش پیدا کرد و دوباره در ماه سپتامبر 10.1% افزایش پیدا کرد، بریتانیا بالاترین نرخ تورم رو در بین اقتصادهای توسعه یافته داره و هنوز هم هیچ نشانه ای از کاهش اون وجود نداره. بنابراین ما انتظار داریم که بانک مرکزی در بریتانیا یا همون BOE کمی دیرتر به باشگاه کمتر انقباضی ها ملحق بشه، نرخ بهره رو 100 واحد پای افزایش بده و نرخ پایه بهره بانک مرکزی در بریتانیا رو به 3.25% برسونه. انتظار میره که این تصمیم به پوند کمک بکنه، اما برای بازارهای سهام لندن تأثیر منفی خواهد گذاشت. شماره 5، اشتغال بخش‌های غیرکشاورزی ایالات متحده. نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار GLTs نشون داد که فرصت‌های شغلی پر نشده بیش از 1 میلیون نفر در ماه اوت کاهش داشته، اما با این حال 10 میلیون فرصت شغلی ایجاد شده تایید می‌کنه که تقاضا برای کارگر بسیار قویه. بنابراین انتظار رشد 200,000 اشتغال در ماه اکتبر نشون میده که علی‌رغم چشم‌انداز رشد ضعیف اقتصادی، بازار کار همچنان قویه. انتظار میره که نرخ بیکاری که در ماه گذشته به پایین ترین سطح 50 سالی خودش یعنی 3.5% کاهش پیدا کرده بود، در ماه اکتبر به 3.6% افزایش پیدا بکنه و میانگین درآمد ساعتی هم در طول ماه 3% رشد داشته باشه. و در نهایت شماره 6، گزارش های درآمدی هفته. تا کنون تقریبا 68% از شرکت های موجود در شاخص S&P 500 گزارش های درآمدی خودشون رو منتشر کردن و حدود 70% از این شرکت ها موفق شدن که انتظارات فروش رو برآورده کنن. در هفته پیش رو الی لیلی، فایزر، تویوتا موتور، اوبر و AMD قراره که روز سه شنبه گزارش های درآمدی خودشون رو منتشر کنن.
پیپال، Airbnb در روز پنجشنبه و علی بابا در روز جمعه هم شناخته شده ترین شرکت هایی هستند که گزارش های درآمدی سه ماه سوم خودشون رو منتشر خواهند کرد. سپاس از اینکه تا انتها همراه ما بودید و امیدوارم که هفته پیش رو هفته باشه سرشار از شادی و درآمد برای همه شما هستم.